فصل ده. قابله همولایتی که تهران درس خوانده بود و تازه مطب باز کرده بود، سرش شلوغ بود و زری به اصرار توانسته بود برای ساعت 7 شب جمعه از او وقت بگیرد. بعد از ظهر کارش در دارالمجانین خیلی زود تمام شد. تعداد دیوانه ها به نسبت هفته قبل کمی از نصف بیشتر بود. مدیر داخلی مرد کوتوله‌ای به رنگ تریاک که هر پنج شنبه او را می‌پذیرفت و پس از گرفتن حق و حقوق کافی برای خودش و پرستاران دیگر اجازه می‌داد نظرش را ادا کند، گفت که بیشترشان تب محرقه گرفتند و در چند تا مریضخانه شهر هم دیگر جا نیست و تازه اگر باشد بیمارهای ما را بستری نمی‌کنند. زری به او نگاه کرد و اندیشید که حال این یکی هم تعریفی ندارد. هرچند حال مدیر داخلی هیچ وقت تعریفی نداشت. از بس با دیوانه ها سر و کله زده بود. چشمهایش در چشمخانه می دوید. وقتی غلام سینی محتوی نان و خرما را روی زمین اتاق بزرگ قسمت مردانه گذاشت، برخلاف همیشه هیچ کس اعتنایی نکرد. به مردها که در اتاق بودند با سرهای تراشیده و لباده های سفید چرک مردهشان نگاه کرد که سکوت کرده بودند. انگار گوش به صداهایی می دادند که فقط خودشان می شنیدند و به آن صداها زیر لب جواب می گفتند و نان و خرما را از دست غلام با حواس پرتی می گرفتند. زری دلش گرفت. احساس کرد که امروز نظرش ادا نخواهد شد و هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد. با دلمردگی شروع کرد به تقسیم سیگار و کبریت. بیماری که خود را فرمانروای کل عالم می‌دانست و همیشه همای اتو کشیده مشتوکدار می‌خواست، این بار اشنو گرفت و با بی‌حالی سیگار را به لب گذاشت اینکه کبریت بکشد. پنجره‌های اتاق پشت دری نداشت و آفتاب تو بود و مگس‌ها وزوز می‌کردند و به همه سوراخ سنبه‌های اتاق سر می‌کشیدند و دوروبر نان و خرما که همانطور به دست بیماران مانده بود پرواز می‌کردند. سرپرستار صدا زد: علی. علی بیمار سوگلی زری بود، پسر جوان بلند بالایی که شباهت به آلمانی‌ها داشت و سه بار از دیوانه‌خانه گریخته بود. دوبار کسانش پیدایش کرده بودند و هر دوبار در حوالی مدرسه متوسطه‌ای که در آن پنج کلاس درس خوانده بود و بار آخر غلام سر تپه مشرف به باغ یوسف جسته بودش. غلام می گفت که مثل یک بره سر به راه دنبالم آمد و پای پیاده بردمش دیوانخانه. گرسنگی از پا درش آورده بود. به غلام گفته بود گولم زدند. در گوشم گفتند تیاره حاضر است، بفرمایید سوار شوید بروید فرنگستان پیش آقادایی. من آمدم، هرچی گشتم تیاره را پیدا نکردم. شاید تیاره مرا گذاشته و رفته. آخر من خیلی دشمن دارم. و همچنین گفته بود آب جوی می‌خوردم و از سگ‌ها تکنان یا استخوان می‌دزدیدم. دیروز یک تکه گوشت خام از چنگ یک سگ در آوردم و پا به فرار گذاشتم. گوشت را در آب جوی شستم و خوردم. دلم آشوب شد. حالا اسهال گرفتم. خون هم دارد. هرچی گشتم خانه خودمان را پیدا نکردم. می‌دانم پدرم مخصوصاً خانه من را وا داشته گم بشود تا من پیدایش نکنم. از آن سربند علی را در زیر زمین دیوان خانه کند و زنجیر کردند. زری همانجا به سراغش می رفت و نان و خرما برایش می برد. زری را که می دید لبخند می زد. از زری خواهش کرده بود برایش استنشل سه ببرد و زری هم برده بود و از آن به بعد یک کلمه به فارسی حرف نزده بود و به زبانی حرف می زد که هیچ کس نمی فهمید. علی آمد. آنقدر لاغر شده بود که زری دلش به دیدار او فشرده شد. هرچند علی او را نشناخت.
نگاهی که به او کرد نگاه آشنا نبود. از زبان خارجی اختراع خودش هم استفاده‌ای نکرد. به فارسی و عامرانه گفت: حمله گازنبوری مساوی است با تیفوس به اضافه قحطی به اضافه تقلب در امتحان. ای دیوانه های جهان متحد شدید. سید گود عربانی هم ساکت گوشه‌ای نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به زری می افتاد، دست زیر دلش می برد و زیر دلش را می خاراند و می گفت: تش گرفتم، تش گرفتم، آتش گرفتم. و بعد می گفت: منم ایلان و دوله، منم ویلان و دوله. هدیه های زری را می گرفت و به جایش روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جادو جنبل و تلسمات تحویل می داد و می گفت: بی حساب، اما پیراهنت را با آب مردشوی خانه بشوی، روی مزار یک کشت پهن کن و صبح بده بپوشد، سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه. و بعد آن دیوانه‌ای که زخم خیالی پایش را با هرچه لته و کهنه گیر می آورد می پیچید و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد. اما باد بزن از دست او افتاده بود. وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچه بیگل بیمارستان می گذشتند، زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده. زن صدای پا را که شنید چشمهای بستش را باز کرد و درانید. زری شناختش، هرچند صورتش به رنگ خاک کف باغچه در آمده بود. این همان زنی بود که گاه ادعا می کرد زن خداست و گاه می گفت که خود خداست. وقتی لال عباسی های باغچه ها گل می کردند، آن روزها که آدم با حوصله‌ای پیدا می شد آبشان بدهد، گلبرگ های قرمزشان را می کند و به گونه و لبهایش می بالید و منتظر خدا می نشست. می گفتند ورد هایی می خوانده به زبانی شبیه به عربی و چشم به آسمان می دوخته و عقیده داشته که خدا روی پشت بام منتظرش نشسته، اما او نمی رود. او زن است و نباید پا پیش بگذارد. و زن خدا اینک زیر درخت کاج افتاده بود و پوستش می پرید و لبهایش داغ می بسته. شاید تا چند لحظه دیگر با پای خودش پیش خدا می رفت. زری اندیشید کاش پیش خدا برای همهشان شفاعت کند. زن از میان لبهایش گفت: آب. نور چشمهایش را خیره کرد و چشمها به هم رفت. غلام دوید. زری از آقای مدیر پرسید: چرا اینجا افتاده؟ مدیر گفت: تیفوس گرفته. زری گفت: خب این که همهشان میگیرند. مدیر گفت: چه بهتر، همهشان راحت میشوند. کس و کارشان از خدا میخواهند که اینها راحت بشوند. فایده نگه داشتنشان چیست؟ غلام با یک کاسه لعابی پر آب سراسیمه آمد، خم شد و لبه کاسه را به لب زن گذاشت و گفت: خواهر بخور. زن نتوانست. زری دستمالش را از کیفش در آورد و تر کرد و به لبهای زن مالید و بعد به صورتش و دستمال را چهارتا کرد و در کاسه آب فرو برد و گذاشت روی پیشانی و چشم زن خدا. بعد راه افتادند. مدیر داخلی پا به پاشان می آمد و توضیح می داد: سه تا از پرستارهای من تیفوس گرفتند و حالا آن دنیا راحت و آسوده زیر درخت توبا گرفتند نشستند. زن خدا هم امشب راه می افتد. و چون زری نگاه ملامتباری به او انداخت، اینطور ادامه داد که: تعجب است، تبشان که تند می شود دیوانگی از سرشان می پرد. اگر می توانستیم از این مرض نجاتشان بدهیم، شاید خدا کلی شفایشان می داد. اما چه فایده؟ عاقل هم که شدند تازه اول بدبختیشان است. خانواده هاشان به زندگی منهای آنها عادت کردند و دیگر حوصله و جا برای پذیرایی آنها ندارند. در قسمت زنانه چشمش به زن افلیج افتاد. از این زن می ترسید، چرا که زن او را مسئول فلج خود می دانست
و زری هم در مقابلش قلبن احساس گناه میکرد. زن همیشه شروع میکرد: جنده، مادر قهبه، باز آمدی؟ از جانم چه میخواهی؟ این زن وقتی پاهای سالمی داشت از زری یک دمپایی کهنه، یک گیوه نیمدار یا یک ملکی آبادهی خواسته بود. میگفت: آبرو دارم و نمیتوانم پای برهنه بروم خلا. میگفت: خدا خانم اسمت را مرگ بدهد، اگر مهریه و 8/1 را خرج خودم میکرد، نه خرج آن یاردان قلی دیوس که بغلش میخوابد، حالا به تو جنده محله مردستان نمیگفتم گوهت درمان. اما زری هفته بعد نوبت زندانش بود و هفته بعدتر هم فراموش کرده بود و وقتی گیوه نوعی خرید و برای زن برد دیگر دیر شده بود و زن هم فلج شده بود. هرچند همه می دانستند که فلجش ربطی به گیوه داشتن یا نداشتن ندارد. از آن به بعد هر وقت چشمش به زری می افتاد دشنام های نثار او می کرد که زری به عمرش نشنیده بود. اما پرستارها می گفتند شبها گیوه نو را در بغل می گیرد و می خوابد. با چشم دنبال دختر آموزگاری گشت که یک چشمش مصنوعی بود. او هم از زری دل خوشی نداشت و نمی گذاشت به او نزدیک شود. زری سهم او را همیشه تو تاخچه می گذاشت. گاهی آموزگار در لطف می آمد و خطاب به زری از این قبیل حرف ها می زد: این لکاته را ببین چه عطری زده، پیس پیس، خوش به دلت خدیجه، رسیدی به این دریجه. یادت از دختر خیاط من بودی؟ می دانستم عاقبت خودت را لا می دهی با آن شوفره که در هر شهر یک زن داشت. و دست می زد زیر چانه زری و می گفت: ای قرشمال. و ناگهان خشمگین می شد و داد می زد: با سوزن و نخ مرگ موش به خرماها دوخته ای، هسته خرماها را در آورده ای و جایش سمولفار گذاشته ای، عجب رنگی نکی. می گفتند بعد از بیهجابی حاکم و رئیس قشون و رئیس معارف برای بازدید به دبستانی رفته بودند که او معلم کلاس اولش بوده. چشم رئیس معارف که به او افتاده توپ و تشرش رفته به هوا. از قرار عادت داشته مداد لای انگشت‌های نازک شاگردان اول بگذارد و فشار بدهد و از جلز و ولز بچه‌های کوچک بخندد. توپ و تشر رئیس معارف بر سر تنبیه بدنی بوده. به هر جهت از هیبت آن همه آدم حسابی قش کرده و افتاده و بعد که لنگ و پاچه‌اش را گرفتند و به دفتر بردند و به هوشش آوردند، مات و تات و همه نگاه می‌کرده. چشم مصنوعیش را در آورده و کف دست خودش گذاشته و به آنها نشان داده و زهره همه را برده. یک روز هم سر زری همین بلا را آورد. تا آن روز زری نمی دانست که یک چشم او شیشه ایست. هرچند می دید که آن چشم در چشم خانه راست ثابت است. خانم آموزگار آن روز در حال تحریک بود. زری که وارد شد به سمتش آمد و گفت: بگیر. و مشتش را در دست زری گشود و او نگاه کرد و دید یک چشم کف دستش است. یک چشم درشت شیشه ای. و حالا پس از برج سجود دانست که اولین قربانی تب محرقه همین دختر بوده. مدیر گفت: ما نمی دانستیم تیفوس گرفته. البته تبش تند بود. به خیال خودش کفن پوشید. یعنی هرچه دم دستش بود به خود بست و گفت: کفن پوشیدم. و شروع کرد به قرآن خواندن. از حفظ عالی می خواند و به جای لعنت بر شیطان آدم مقوایی را نفرین می کرد. به نظرم آدم مقوایی رئیس معارف پارسال پیرارسالها بوده که می‌خواسته او را از کار بیکار کند. بعد اشهدش را خواند و خودش را انداخت تو حوض و شبش مرد. و آخر سر رفت سراغ خانم فتوحی که تختش مشرف پنجره بود و همیشه چشم به باغچه داشت، به امید اینکه کسانش بیایند و به باغ 124,000 متری ببرندش. خانواده فتوحی را می شناخت. دستشان به دهنشان می رسید.
اوایل بیماری خانم فتوحی را پیش خودشان نگه می داشتند، اما وقتی دیگر از دستش به جزا آمدند و از بهبودش ناامید شدند به دیوان خانه حوالش دادند. پیش از جنگ اتاق خصوصی داشت و تا مادرش زنده بود مرتب و حتی وقت و بی وقت به او سر می زد و گاه گدایی یک هفته تا دو هفته به خانه می بردش و خوب که عاجز می شد به زور می آوردش و در دفتر دیوان خانه می کاشتش و خودش غیبش می زد. برادر خانم فتوحی معلم معروف شهر بود و بت جوانهای تازه بالغ به شمار می آمد. خیلی که هنر میکرد ماهی سالی به خواهر میرسید. واقعا او را انداخته بودند آنجا و رفته بودند، ولی او قطع امید نمیکرد. منتظر بود بیایند دنبالش و به باغ 124 هزار متری ببرندش. دختری سبزه با ابروهای پهنه به هم پیوسته و دندانهای جلو آمده بود و موهایش فلفل نمکی میزد. هیچ وقت از زری خوراکی نمیگرفت. دیگرانی بودند که حرف می زدند و گاه دو تا سه تا سه بار دست دراز می کردند، اما او آرش می آمد. میوه های باغ که می رسید زری گیره های پروپیمان زردالو کتانی و سیب ترش و گیلاس و هلو و گلابی به زندان و دیوان خانه می برد، اما خانم فتوحی حتی نگاه نمی کرد. زری چند بار گیره اختصاصی میوه برای او درست کرد و گیره را در درگاه پنجره گذاشت، اما از پرستارها شنید که همین که پا از اتاق بیرون می‌گذاشته بیماران دیگر دست به تاراج می‌زدند و این تاراج برای خانم فتوحی دردسری می‌شده. سیب ترش که به دست بیماران می‌رسید نمک می‌خواستند. سیب را با مشت دو نیمه می‌کردند و نمک لایش می‌پاشیدند و می‌گذاشتند عروس بشوند. دهان هر کس دیگر بود آب می افتاد. اما خانم فتوحی چشم می دوخت به باغچه و منتظر کسانش بود که بیایند و به باغ 124 هزار متری ببرندش. بیماران دیگر حتی از هسته های زردالو و هلو نمی گذشتند. با دندان یا با قلوه سنگ هسته ها را کف اتاق می شکستند، پوست می کندند و می خوردند. به قول مدیر داخلی با روزی یک تومان جیره ی هر مریض چه قوت حسابی گیر دیوانه ها می آمد که بیشترشان هم از بیقوتی دیوانه شده بودند. کار تقسیم که تمام می شد زری کنار تخت خانم فتوحی می نشست و به درد دلش گوش می داد. خانم فتوحی از تمام بیماران بدش می آمد و لام تا کام با هیچ کدام حرف نمی زد. بیماران اسمش را گذاشته بودند شازده خانم. روزنامه‌های ایران به قطع بسیار بزرگ که هفته دو روز پست از تهران برای یوسف می‌آورد و دفترچه خط‌دار و مداد چیزهایی بود که خانم فتوحی طالب بود. می‌گفت به تو اجازه می‌دهم به دنیای علم و ادب کمک کنی. خانم فتوحی عاشق پاورقی‌های روزنامه ایران بود. می‌گفت در دفترچه‌ها شرح حال خودش را می‌نویسد. یک دفتر که تمام می‌شد با آداب تمام می سپرد دست زری و می گفت یک صندوق در بانک ملی برایم اجاره کن. پولش را از خانداداشم بگیر و آثارم را آنجا به امانت بگذار. ممکن است آتش سوزی بشود و تمام آثارم از میان برود. بار اول زری باور کرده بود و دفترچه یادداشت خانم فتوحی را خوانده بود. با خط علم اجنهی مطالبی در هم و آشفته نوشته بود. آنجاها که خط خانا می شد وصف یک باغ 124 هزار متری بود با آبشارها و دریاچه های مصنوعی و گلهای نیلوفر شکفته روی آب و درخت های عقاقیا و زبان گنجش و مردی چهارشانه با پیشانی وسیع و بناگوش سفید که پشت یک درخت زبان گنجش کمین کرده بود و خودش که لباس حریر سفید مواجی به تن داشت و مثل کبک مست می خرامید و پستانهای برجستش که رگ کرده بود و مرد چهار شانه که با بازوان گشوده از پشت درخت می آمد و او را غافلگیر می کرد و در آغوش می گرفت و می فشرد، همچین می فشرد که پستانهایش نزدیک بود له بشود. و در آخر
آخر دفترچه نوشته بود تمام شد قصه پرغصه دخت فدوهی در زندان نای، و زیر این جمله نوشته بود ابیاتی از دخت فتوهی: مرا با شیر گاو آمخته کردند، ز اقبال بدم گوساله هم مرد، کبوتر بچه بودم مادرم مرد، مرا بر دایه دادند دایه هم مرد. زری می دانست که ابیات از دخت فتوهی نیست، چرا که عمه خانم هم غالبا همین شعرها را زمزمه می کرد. البته دخت فتوهی زمانی که عاقل بود دست به قلمش خوب بود و مقاله هایی درباره حقوق زن و علیه مظالم مرد در روزنامه های محلی می نوشت و مجله ای را هم راه می برد که در آن دختران را به بیداری می خواند. خانم فتوهی را نمی شد دست کم گرفت. در شهر اولین زنی که چادر آبی کلوش سر کرد و به قول خودش کفن سیاه را کنار گذاشت او بود، و هنوز کشف حجاب رسما اعلام نشده بود که او چادر آبی کلوش را هم مرخص کرد. وقتی حالش خوب بود برای زری درد دل می کرد که حیف کسی قدرم را ندانست، که مردها آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل مرا نداشتند، که اولش خیال می کردند عسلم و خواستند انگشت به عسل فرو کنند و من که گفتم دست خر کوتاه، شروع کردند به مسخره کردنم یا ندیده گرفتنم، و ناگهان فریاد می زد دیوانه هم کردند دیوانه هم کردند. من به آنها گفتم نمی دهم آنچرا که شما می خواهید بدهم، نمی دهم، مگر من نور حمادم. خلاص زنهای احمق هم کوتا بفهمند من کی بودم و چه کردم. زری پای تخت خانم فتوهی نشست و سلام کرد و خانم فتوهی چشم از باغچه برگرفت و متوجه او شد و سلامش را جواب داد. زری دست به کیف برد و 4 شماره روزنامه ایران درآورد و داد دست خانم فتوهی. چشمش افتاد به کنار بالش و روزنامه‌های سابق را دید که روی هم چیده شد. خانم فتوهی روزنامه‌های تازه را یکی بعد از دیگری باز کرد. از عوض شدن تفصیلات و قطع کوچک آنها ابروها را پر از چین کرد. زری پرسید این دفعه روزنامه‌ها را به بیمارها نداده اید؟ خانم فتوهی آشفته جواب داد نه، بیشترشان از زندان آزاد شدند. 2 از روزنامه‌هایت را علی برد و خورد. بعد سراب‌های زری را برانداز کرد، مثل اینکه از آستین‌های بلند چیندار بلوزش خوشش نیامد. پرسید چند صد متر پارچه برای آستین ها حرام کرده ای؟ بعد روزنامه های تازه را مچاله کرد و کنار تخت انداخت و آنگاه رفت سراغ روزنامه های قدیم. آنها را از کنار بالشش برداشت، شمرد و دسته کرد و لوله کرد و با آن ناگهان به شدت به سر زری کوفت و گفت میگویند افسر خانم دختر سردار مرده، کفن هم نداشت.